ناهید باقی دیپلمات پیشین افغان و نویسنده اینجا در استودیو با من همراهی میکنن خیلی خوش آمد میگم به شما خانم باقی مذاکرات مقامات سیاسی افغانستان و پاکستان الان در جریان هست در مورد آینده افغانستان قرار هست تصمیم گیری بشه چقدر نسبت به آنچه که مذاکره کنندگان روی میز میارن و با هم صحبت میکنن و قرار هست نتیجه اون به عنوان یک افغانستان دموکراتیک و با به نتیجه برسه شما امیدوار هستید بدبینان است ولی من اصلا امیدوار نیستم به دلیل از ای که مذاکرات که در اسلام آباد جریان داره نتیجه یک برخورد شتاب زده است که در, کابل اتفاق افتاده در افغانستان اتفاق افتاده و آنچه در افغانستان اتفاق افتاده نتیجه یک برخورد شتاب زده دیگه است که از جانب ایالات متحده امریکا بر خروج صورت گرفته طبیعتا هیچ فرد افغان نمیخواد که ایالات متحده آمریکا تا آخرین روز زندگیش تا آخرین روز حیاتش در افغانستان باشه اما بیشتر چگونگی بیرو شدن بود که بر افغانستان دردسر ایجاد کرد و یک کتله عظیم مردم مردم دچار مشکل ساخت در مورد حقوق زنان اگر بخوایم نگاه بکنیم با توجه به پیشینه ای که طالبان داره و همینطور طالبانی که در این چند روز گذشته دیدیم چقدر میشه به وعده هایی که در مورد اینکه حالا خانم ها میتونن داستان باشند پلیس باشن در خیابان رفت آمد کنند کار بکنن چقدر میشه به این وعده ها اعتماد کرد اولاً که تصاویر که ما از طالبا چی از حکومت داریشان داریم و چی از جریان مبارزیشان بر رسیدن به قدرت داریم هیچ کدام تصویر خوشایند نبوده کسایی که فقط حتی بر ساده ترین انسانیشان که عق رعی بودن وقت رفتن به مناطق رعیدیهی بارها طالبا انگوشت از اونا را قد کردن طالبا تا دو سال پیش تنوا و اقسام آزار و اذیت و شکنجه و کشت و کسایی به جرم جاسوسی تا اطفال و کشتن و عملات انتحاری در بین مردم عام انجام دادن در مناطق مسکونی در جلا و مکتب اینا, اینا عملات طالبا بود ما چطور میتونیم خوشبین باشیم که همه چیز در ظرف دو سال یا یک سال به این طرف که طالبا دیگه آن چی اتفاق مفتن میگن مسئولش ما نیسته می بوده در یک سال گذشته طالبا وست شدن شما چطور مثلا میشه که فکر کنیم که کرکتری یک کتله عظیم که همیشه خوشونت مانفستشان بوده خشونت راهکار از اونا بوده بر همه چیز یک بارگی وست شد من بدبین هستم به دلیل از اینکه فکر میکنم طالب ها و اولا و کمک های مالی ضرورت دارند زبیلا مجاید سراعتا اشاره کرد در صحبتش بر من جالب بود که در یک نکته دیگه گفت که میشه که اول ما سوال خبرنگارهای خارجی را بگیریم در واقع بیشتر یک کامپاین است که ازی مثلا میشه بعد از که به رسمیت شناخته بشن بعد از که یک مقدار کمک مالی داخل افغانستان تا بالا بشه بعد از این بعد من خوشبین نیستم که در کوتاه‌مدت همه چیز به سر جای اولش برنگرده و حقوق زنا مثل پامال نشه خب خانم باقی با این دیدی که الان شما داری نگاه بکنیم به اینکه یک بخشی از جامعه افغانستان جوانانی هستند که 20 سال قدیم طالبان رو ندیدن و با یک نوع حکومت دیگری بزرگ شدن با یک سری آزادی های خاص بزرگ شدن چطور این جوانان میخوان الان با طالبان و با حکومت اونها کنار بیان یا باید شاهد یک سری مقاومت و خشونت دیگه باشیم در کشور نمونی از خشونت ما امروز دیدیم در ننگهار که میخواستن پرچم خودشان چون پرچم افغانستان بدون دلیل هنوز قبل از تشکیل حکومت پرچم افغانستان از همه جا حساب پایین آورده شد حتی اگر مثلا ما قبول کنیم که حکومت غنی با طالبا مشکل داشتن پرچم افغانستان در 20 سال قبل با اجتماع جهانی با اجتماع تمام افغان ها همه چیز نهایی شد قانون اساسی تشکیل شد اتفاقاتی که در امروز افغانستان مفته تنام منهود به چهار سال اخیر نیست که طالبان خواسته باشن به یک روی همه چیز پا بگذارن مقاومت صورت گرفت و اولین مقاومت طالبان اولین برخوردشان تیراندازی بود بار دیگه ممکن است تیراندازی خشنتر باشه گروه های جوان ها به زندان برن به خاطر پوشش یا به خاطر هر چیز دیگه نگرانی عمده وجود داره نمیشه اعتماد کرد خیلی ها معتقدن که مسئله اصلی افغانستان الان در حال حاضر امنیته و با حضور طالبان در قدرت این امنیت ممکنه تامین بشه شما چقدر با این حرف موافقید؟ اتفاقا در 20 سال قبل که طالبان در افغانستان حکومت داشتن تنها چیزی که وجود داشت امنیت بود ولی بله اگر امنیت خفقان آورد در او آزادی بیان وجود نداشت در تلویزیون وجود نداشت در او انسان ها عقل رای نداشتن در او انسان ها تا که برک مویی که روی صورتشان دارن تصمیم بگیرن شما اگر تصویر شما از امنیت امی باشه بله و اگر آزادی های فردی و دیگر مسائل دیگه را مثلا بتونیم خواسته باشیم به عنوان امنیت بگذاریم امنیت را به عنوان یک تصویر فراگیر ببینیم نه وجود نداشت نکته دیگه که در سخنان آقای مجاهد بر ما بسیار بسیار رنجاور بود ناراحت کننده بودی که بار بار از عفو عمومی صحبت میکنن که ما عفو عمومی میکنیم مگه مردم افغانستان چی کار کردن این طالبا بودن که مردم کشتنی طالبا بودن که در جلاوری مکتبو اطفال بیگناه را کشتنی طالبا بودن که انگوش خطا کردن طالبا بودن که هزاران مصیبت به سر مردم افغانستان عالم در مقام بالا و پایین هی hey, میگن ما عفو عمومی مردم کس که رفته بود و یک بساط آور کرده بود غذا مفروخت یک دو تا میوه مفروخت کشته شده فرزندش از داده مادرش از داده چرا باید امروز منتظر باشه خوشحال باشه که طالبان به اشلاس میکنن و عفو عمومی میکنن بدتر از او که طالبان کسایی را کسی که میره واسکت انتحاری میپوشه کس که میره عملا با یک انتخاب به خاطر یک ایدئولوژی جلو یک مدرسه میره ف آدم میکشه او رو ویکتیمایز میکنن او را قربانی خطاب میکنن آیا او برابر از با کسی هیچ گناهی نداره و ورفته و رفته مثلا کنار سرک کنار خیابان بساط پند کرده غذا بر اولادش میفروشه چطور میشه این را کسی که قاتل است و کسی که مقتول است کنار هم قرار داد و گفت آها این یک اشتباه تکنیکی بوده واقعا عملات انتحاری اشتباه تکنیکی میتونه باشه سخن... نکته دیگه که در سخنان مجاهد بر ما آزاردهنده بودی که میگه که از خاک افغانستان علی هیچ کشور استفاده نمیشه ولی مشخص نکرد که منافع کدام کشور داخل افغانستان تامین میشه ممکن است که بعضی مجاهدین خاص طالبا خواسته باشن است از اونایی که مورد نظر خودشان است از اونایی که اونها رو 20 سال گذشته که اینا مصروف جنگ بودن خانواده هاشون فرزنده هاشون غذا میدادن نان میدادن طبیعتا وقتی یک کس صبح تا شام در جبهه است می جنگ خانواده اش کمش چه جوری سیر میشه حتما یک منبع مالی داره اونایی که پشت سرشان هستن شاید بازم خواسته باشن منافع از اونها رو در داخل خاک افغانستان تامین کنن